کاشغر شهری که آدمهایش به دنیای مدرن تعلق ندارند. کاشغر شهری هست که خود توریست های چینی هم با خود می بلند که برای دیدن آن آمدند. شهری که با مروارید جاده ابریشم شهرت دارد. این شهر یکی از پایگاه های تجارت پنبه چین هست که از 2000 سال قبل مرکز مبادلات اقتصادی و فرهنگی بین چین و جهان غرب از طریق جاده ابریشم بوده است. شهری بی‌نظیر و پر از رنگ که بیشتر شبیه تابلوهای نقاشی و شهرک‌های سینمایی هست. روی تاخچه پنجره‌ها پر هست از گل‌های رنگارنگ که منظره زیبایی را به رخ می‌کشد. به محض ورود به کاشغر از دور دروازه‌ای را می‌بینی که شبیه قلعه‌های تاریخی بود. و سربازان با نیزه بر روی دیوارهای قلعه ایستادن و یک جارچی با ساز و دول به معرفی افراد حاضر پرداخته و هر کدام با خوشامدگویی از نوع خودشان مردم را برای ورود به داخل شهر فرا می‌خوانند. با ورود به این شهر اولین چیزی که توجه من را به خود جلب کرد محصولات کوزه‌گری از خاک روز بود و این شهر به دلیل داشتن محصولات کوزه‌گری از خاک روز در جهان دارای مشهوریت و محبوبیت بالایی است. ساکنان کاشغر پیش از آنکه مورد حمایت‌های دولتی قرار بگیرند با ساخت کوزه‌ها و ظروف از خاک روز و کوزه‌گری روزگار می‌گذراندند. بعد از انجام حمایت‌های دولتی از این بازار حکومت با اعمال روش‌های علمی و منطقی باعث ارتقای هنرهای دستی ساخته شده از خاک روز در این منطقه شد که همین امر باعث حفظ زندگی ساکنین این شهر از طریق ادامه دادن به ساخت کوزه و انجام هنرهای دستی شده است. بنابراین بازار معروف به بازار گلدان و نقطه روشن در جذب توریست به کاشغر به حساب می آید. کلاه گلمانند اویغور منعکس کننده ویژگی های خاص فرهنگ اویغور در نحوه لباس پوشیدن آنهاست. انواع مختلفی از کلاه گل وجود دارد که اویغورها هر کدام را متناسب با سن، جنسیت و علاقه خودشان انتخاب میکنند. کلاه زنانه معمولا رنگارنگ و کلاه مردانه ساده تر هست. در واقع 17 تا 18 مدل مختلف کلاه اویغوری وجود دارد که یا هرمی شکل چهارگوش یا گرد هستند. اشکالی که روی کلاه‌های گل ترسیم میشه معمولا تصاویری از طبیعت مثل گل و میوه‌ها هست و رنگ‌های آن هم سرخ، آبی و سبز تیره هست. لباس محلی اویغورها هم لباسی به نام دوپا هست که نه تنها لباس روزانه این قوم هست، بلکه یکی از مؤلفه‌های فرهنگی این قوم هم به حساب می‌آید. بعد از خروج از بازار کلاه وارد محله آتوش در خیابان کومدارازا که 300 متر طول و 8 متر عرض دارد و یکی دیگر از محله‌های فرهنگی توریستی این شهر به حساب می‌آید می‌شوید. سرکی که با 99 مغازه که در آن مردم وسایل دستساز آهنی، کوزه، وسایل موسیقی اویغور و سوغاتی‌های برای توریست‌ها به فروش می‌رسانند. پنجره‌های اطراف خیابان با گلدان‌ها تزیین شده و در پای خروجی خانه‌ها و مغازه‌های اویغوری هم ساخته شده از چوب بودند. خیابان کومدار اوزا از سال 2011 برای حفظ گل‌ها و ویژگی‌های فرهنگی این سرک از جمله گیاهان و کاشی‌کاری‌ها مورد حفاظت حکومتی قرار گرفته. بازار کاشغر سنتی بود و پر از کالاها و آدم‌هایی که انگار به این دنیای مدرن تعلق نداشتند. همه چیز رنگی از تاریخ و هویت فرهنگی یک دست داشت. هویتی که مردم با داشتنش می‌بالیدند و نمی‌خواستند خودشان را تغییر بدهند چون خود را از چیزی عقب احساس نمی‌کردند. ممنون از اینکه ویدیوی ما را تماشا کردید. وقتتان خوش.